تاریخ 29 مرداد ماه 1351 وزارت محترم دادگستری مدت 7 سال است که این جانب علی عزت فخار از بابت یک قطعه زمین موروثی از مادرم که توسط خاله این جانب تصرف شده است به اداره ثبت نامه نوشته و شکایت کردم. بازرسی محترم شاهنشاهی مدت 7 سال است که زمین موروثی این جانب علی عزت فخار توسط خالم خالون بالا شکرانی غصب گردیده است و مدت 7 سال از تاریخ علی آقا سوم علی آقا ماشینت پره سوم فروردین ماه 42 که این جانب خدمت مقدس سربازی را به پایان رسانیدم طبق مقررات به اداره ثبت مراجعه
و تقاضای رسیدگی کردم. بارها نامه نوشتم و مدارک لازم علی آقا! را نمیاد! اومدم! مدارک لازم را ارائه دادم، اما کسی به حرف حقیر توجهی ننموده است. تقاضا دارم امر به رسیدگی صادر فرمایید تا احقاق حق این جانب شده و ظالم به مجازات برسد. با تقدیم احترامات فائقه، علی عزت فخار. بعد نمره داده باشه مف گرونه، الان داشتن میگرفتنم. چی شده علی؟ شاید خودت نمره دادی. از کجا میدونی؟ نه من نمره ندادم، حسابش همینه. آدمی که ماشین سویچی میخره سوار میشه حواسش جمع میکنه نمره نده. یه کارش میکنم، حالا موتورشو ببینم. علی خان سه تا اوراقی خریده. میرم پیشش شاید بتونم بازیش کنم، یه جفت از نمره‌هاشو واسه بخرم. دیناموش هم که کار نمی‌کنه. مال تسب پروانه‌شه. این زمون بسر اینقدر ندونش. گفتم بیار یه 24 ساعت بخوابونش واسه جورش کنم. اینقدر نه تو چه بذارت تا. برو خدا اینا رو جورش کن برام. پولش هم هر چی بشه میدم. میدونی؟ یه جفت نمره است دیگه. جمعه می‌خوام یه سر برم سر زمینم. بعد میارم می‌خوابونمش. قربونتم، تو رو خدا این نمره ها رو جورش کن بازم، جون من. نکنه من این از زندون آزاد شده علی؟ نه تو بمیری، میخوام برم سر زمینم، بعد میارم میخوابونمش. جون تو والا. آره بابا. بیا، این نامه هم از سبت وسط اومده. دادم شاید او سباس برام خوندش. فایده نداره علی، تو حقی به اون زمین نداری. بی خود نوشته، مگه حلکیه؟ خالم رفته باشون ساخت و پاخت کرده. آخه زور پول اون بیشتره، اما من مدرک دارم. حالا نشونشو میدم. آره خیال کردم میتونن زمین بالا بکشن، اما من ولکن نیستم. نگاه شب که میری خونه اینا رو ببر واسنت. سلام آرام بهش برس. قربونی دست علی.
تو هستی علی؟ چرا اینجوری نشستی بابا؟ سلام دایی مسیب. سلام بابا جون، پاشو بیا تو. ببین علی خان پسر جون، دست بکش، والا به خدا حیفه. آخه یه نگاه به خودت بنداز، تو خواهرزاده خانومی. آخه بسته دیگه بابام. همین پیروز خانم بهم گفت دایی این پسر هنوز فعلگی اینو اونو میکنه، هنوز گل این ور اون ور میبره. من بهش هیچی نگفتم. دیروز گفت در اتاق وا کنم بید نزنه، ترسیدم بره بالا و بفهمی که قالی رو بردیم فروختیم. حرف تو حرف آوردم، یه جوری پیچوندمش، خلاصه نذاشتم بفهمه. بسته این کارا بابا، والا بده عیبه. باز از سبت اومده بودن خانم، خیلی ناراحت شدن. چرا برمیداری به این اون نومه میویسی؟ اون زمین خدا بیامرز مادرت 25 سال پیش صلح کرده به خانم، چرا آب روی خودت و فامیلت این ور اون ور میریزی؟ آخه چه نتیجه؟ تو اگه یه جا بمون بودی کجا از اینجا بهتر؟ مگه همینجا بزرگ نشدی؟ مگه پوست و گوشتت مال همینجا نیست؟ چطور رود میشه بری واسه خالت عرض حال بدی که این مالم خورده؟ این یه عمر خرج تو داده، گذاشتتت رفتی مدرسه، خودت بمون نیستی پدرم، خودت نااهلی. چی بهت بگم والا؟ حالا یواش برو کسی نفهمه اومدی. تو اگه عاقل بودی کی بهتر از تو واسه دختر خالت؟ ای بابا ای بابا، یواش یواش، منیر خانم بیداره، یواش. Thank you.
این زمین بنچاقه. 8 سالم هست دارم نامه می‌نویسم. خالم راضی به تفکیک زمین نیست، میگی چی کار کنم؟ شایدم تا آخر عمرش راضی به تفکیک نشه. آخه تکلیف زمین من چی میشه؟ اینجا نوشته، ملاحظه بفرمایید، قانون انحصار وراثت. بفرمایید. این تبصره 24 از ماده 3. من که میدونم هرچی بهت بدم یه ساعت دیگه علف خرسه. بیا اینم 300 تومن. ساعت 5:30 میری باغ حاج انصاری. خدا حافظون. برو بینم. خوش اومدی.
کیه بالا؟ بیا از این طرف دستت بدم. یواش به پنه ایت یواش. آو الان حالتو جا میدونی؟ نه ترس، هر کی بودن رفتن توی کارشون، چیزی نیست، حول کرد. یواش یواش بیمیشیم برسیم. بشین بشین آمون یواش بشین الان حالتو بهتر نشدی؟ کفشای خودمه، چه خوب قد پاد در اومد. حالا راحت با اینا میتونی راه بری. چی شده اینا؟ نه تر تموم شد، رفتم توی کارش. دلم داره ضعف میره. چش رو چشم ماهو دیدم، ماهو دیدم، ماهو دیدی؟ به من نگاه کن، رو خوبه. کیان دنبالت؟ چی ازت میخوام؟ چی میدونم؟ نمیشناختشون؟ بلش کن شام چی دلت میخوام؟ ثواب میخوای؟ جواب میخوری؟ آره باشی، همین بالاها یه جایی رو بردم. گوشت خوبی داری، گوشت تازه، میریم هم اونجا. بیا 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 بخور، حالت جا میاری. بیا بگی تعدلتو میگیری. Thank you.
بهتر شدی؟ چطوره؟ بخو خیلی خوبه. تو بچه کجایی؟ چطور مگه؟ با معرفتی؟ وقتی پریدی وسط خیابون من وهم برم داشت نزدیک بود بزنم بهت من فقط سایت دیدم چی شده بود؟ پولتو نداده بودم؟ من پولکی نیستم چیه؟ مهری باریکلا مهری خانم دست تو بکش چرا؟ مگه چی شده؟ نمیدونم شاید اول پولتو میخوای ها؟ ها؟ نه من که گفتم پولکی نیستم و چی شده؟ بیا بذار پیرانتو دارم نه نکن حالشو ندارم چرا نداری؟ چت شده؟ اگه نمیخواستی چرا سوار شدی؟ بیا بیا جلوتر بیا بیا بلم کن بیا نکن گفتم که حالشو ندارم شب مهتاب و ابر پاره پاره شراب خال رو مانه در پیاله Thank you.
چیه دلخوری؟ تو کی پا شدی؟ پرسیدم دلخوری از قضیه دیشب؟ نه بابا تو حالش رو نداشته دیگه. راستش رو بخوای خودم هم همچی حالی نداشتم. بیا چند تا بذار دهنت، حال تو جا میاره. صبح هیچی بهتر از میوه نیست. بیا بخور. من بچه همین بالاها این چیزا رو خوب میدونم. از کجا اینا رو کندی؟ از وسط درخت ها، بوتاش همه جا هست. چی میترسی؟ نگاه. نه ترس، با این چیزا نمکگیر نمیشی، جوری دیگه گیر میفتی. بیا ورد بخور. کجا کندی؟ از وسط درخت ها. نه؟ چی شده؟ موتور داغ کرده، مال تصمیم پروانه شه. بیا یه دقیقه دراز بکش تا ماشین خونک شه. بشین جلوتر، اینم بزن پشت. خوب قد فتا. آره خیلی هم راحته. تو زن نداری؟ چطور مگه؟ آخه مثل مردایی میمونی که 100 سال زن داشتن. خوب راشو بلدی. از قضا راشو بلد نیستم. حسابش هم اینه، تا حالا با هر زنی که روبرو شدم نکنال کرده.
زن نبودن عزیز، زن نبودن. نه حالا نه، نکنه ما رو دست انداختی، شاید اصلا حلش نیستی. نمیشنفی چی رو؟ بوی نم دریا رو، بچه های دریا بوی نم دریا رو که میشنفن وا میدن، دست پاشون میلرزه. دلت میخواد بریم لبه آب؟ آره خیلی دلم میخواد برم تا بابل، برم سر خاک مادرم. همین دیروز واسه مادر بزرگم کاغذ دادم، اون هنوز زنده است. اگه این بازی در بیاره و نره چی؟ اگه وسط راه بذارتمون؟ نصف راه اومدیم دیگه چیزی نمونده. دوست داری باهات بمونم؟ دلت میخواد منو بشونی و خرجمو بدی؟ تو مگه کسی رو نداری؟ تو شهر چی کار میکنی؟ خونت کجاست؟ اونا کی بودن دنبالت؟ شایدم جیگرشو نداری و از در بدری خوشت میاد.
با گل سر و کار داشتن کار هر کسی نیست. قنچه رو که از باغ میچینن تو ماشین میذارن هزار فوت و فن میخواد تا به گل فروشی برسی. قنچه اگه ساقش بشکنه به درد نمیخوره، اگه زیادی باد خشک بهش بخوره وانه شده خوش میشه از بین میره. گلم همون رطوبت نفس آدمیزاد میخواد تا جون بگیره و واقش. قدرت خداست. بنفشه ها رو دیدی؟ وقتی خوب بهشون نگاه میکنی چشم ابرو دارن، لب و دهن دارن، گریون و خندون دارن، خوشحال و بدحال دارن. مریم، سنبول، داوودی، گل یخ، میمون که وقتی گلوشو فشار میدن دهنشو وا میکنه میگه آب آب. یه زمینی دارم، نه زیاد کوچیکه نه خیلی بزرگ، دو دور که دورش بدوی خسته میشی. زمین خوبیه، میخوام توش گل بکارم، یه کاسبی حسابی را بندازم، یه عمارت خوشگرم اون وسط بسازم برم توش. خیلی زمین خوبیه، کسی بهش دست نزده، اما سبز سبز مورد سبز، این باد که روی سبز هاش میدوه ها انگار رو مخمل دست میکشی. صبحای زود که رو علف ها شبنم میزنه زمین پر قاصدک میشه. خوش خبر باشین، وقتی که سرمه ای هوا کم کم سفید میشه انگار هر کی رو صدا کنی همون دو ببره. آها جا گذاشتم. حیف شد.
سلام. بیا بخور. خوب هست. بذار این ماسه خیارم درستش کنن. پروانم بریده من تا فریدون کنار ببرم. سوار شما بجا بردون. الان برمیگردم. اومدی؟ چیه؟ نکنی خاطر خواب شدی ها؟ آره شدی؟ چته؟ پرسیدم خاطر خواب شدی؟ دیشب چیز خورت کردم. چراغ بیا جلوتر. همون جان بود گفتم تصمیم پروانه سیتروئن لامصب عوض کردنش درد سر داره چون آرامون میگیره. تازه باتریتم خالی کرده استارت نمیزنه باید حولش بدیم. باتریت آره دینامت کار نمی کرده. بیا قربون دستت.
الان دیگه تموم میشه. خدا خودش رحیمه. بذار خلاص، بذار بزن، باتری هم نداری، این دیگه کارش تمومه، ما رفتیم، خدافظ، خدافظ. به سلامت. اینجاست.
نه بیا بریم تو. بیا بی با هم بریم تو. قسم بخور، قسم بخور، خودت گفتی یا آقا مجرم یا آقا هم میری نمون بذار، خودت گفتی، خودت گفتی مجرم یا اینجا رم یادمه. بیا بریم. هیشکی منو با یکی دیگه عوضی گرفتی.
همیشه مادرم با آقام میگفت برو بشین لب دریا، آدمی که دریا رو دیده باشه انقدر بخیل نمیشه. خوشگلن نه؟ بیا بردار کفشتو. بذاری استکان از این بهت بدم، قرص مرس و ولش، دوات همینه. بیشتر شبا خالم و شوهرش خونه نبودن، میرفتن روزه، تکیه، مجلس مسئله. من تو خونه تنها میموندم با دایی مسایب آشپز،
شوهرش نزد داشت شبهای جمعه تو صحن حضرت معصومه بخوابه. ای مسیب میرفت ظرفا رو میشست، بعد چراغا رو خاموش میکرد میخوابید. بعد من میموندم با 22 تا اتاق، یه حیات درندشت و اون همه دار و درخت. اون وقت وهم برم میداشت، وهم برم میداشت، از هر گوشه یه صدایی میومد، از هر طرف یه سیاهی سر میکشید، از هر گوشه میترسیدم. اون وقت هم برم میداشت، از ترس خودم رو خیس میکردم. اون وقت به خودم میگفتم پسر نترس، صبح میاد روشن میشه. کم کم هوا روشن میشد، سفیده میزد. اون وقت از دور یکی میخوند، از دور دورا. من سفر برشاتوت، من سفر برشاتوت، من سفر برشاتوت. کسی نبود بنده شهر برمه ببنده. اینقدر چپ و راست بستم تا یاد گرفت، خیلی چیزا یاد گرفت. دفعه آخر که زدم به موتو سچخه سرم شکست دوشنبه بود. حالا میدونم که دوشنبه ضرب در سه میشه چی؟ شیش. شیش روز که نه، چون ازش گذشته. حالا شیش دفعه دیگه، یا نمیدونم شیش هفته یا شیش ماه یا شیش سال دیگه دوباره میخورم یه دیگه سرم میشکه. اینا همه حساب داره دختر جون، حسابش هم نمیشه واسه کسی. هر کی واسه حساب خودشو نگرده. اگر هم به کسی بگی باور نمیکنه. قبول داری؟
حکایت دنیا. بعدشم مردی که ولم کرد و رفت. اینجاست بچگیم، همش اینجا گذشته، میونه همین خاک و خور، توی همین کوچه پس کوچه ها، کنار همین هشتی ها، خونمون تو اون یکی کوچه است. همینجا باش تا من برگردم مادر بزرگم رو ببینم و بیام. راستی توی چی راجع به کس و کارت به من نگفتی؟ باشه، وقتی برگشتی واسه میگم. ببخشید، یه زن قد بلند سفید رو به اسم مری نمیشناسی؟ نه، ما همچی کسی اینجا ندید.
پدر جون تو ماشینا تو جاده یه زن قد بلند سفید رو ندیدین؟ قد کوتاهش هم ندیدیم آقا جان. یه زن قد بلند سفید رو این طرف ها ندیدی؟ خیال کردی منم مثل خود بدبخت و بی کس و کارم؟ شاید اون تفاهمین ما رو کمتر دارم. من
من پسر شست بخارم بدبخت، من پسر شست بخارم بدبخت، مارم دختر خانه شیرازی بوده، اون وقت تو زنی که قربتی در به در خانم خانم بلانه سطر ملوکه نصف پاچه ها رو لبی مال اونه سی تا نشته تو دست بال من این سوستن دکتر هیچی کسی نداشتی Thank you.
نه چه مراقب بده چه را شما کتابه کتابه شما بگو 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 بگو